فصل هشتم، آگاهی. لذت بودن، لذت آگاه بودن است. آگاهی همواره آگاه است. آگاهی ازلی و نهان است، اما کیهان فقط به طور تدریجی آگاه می شود. خود آگاهی بی زمان است، بنابراین تکامل نمی یابد. آگاهی هرگز متولد نشده و نمی میرد. وقتی آگاهی کیهان تجلی یافته می شود، به نظر می رسد که تابع زمان و دستخوش یک روند تکاملی است. ذهن انسان قادر به درک کامل علت این روند نیست، ولی ما می توانیم در درون خودمان یک نظر اجمالی به آن بیاندازیم و یک شرکت کننده آگاه در این روند باشیم. آگاهی آن شعور است، آن اصل سازمان دهنده نهان در پس پدیداری شکل است. آگاهی در طول میلیون ها سال اشکال را به گونه مهیا کرده است که بتواند خودش را از طریق آنها در سطح تجلی بیان کند. گرچه قلمرو نامتجلی آگاهی خالص میتواند بود دیگری قلمداد شود، ولی از بود شکل جدا نیست. شکل و بیشکلی در هم تنیده شده اند. سطح نامتجلی به عنوان هوشیاری، فضای درونی و حضور به درون بود متجلی جاری می گردد. چگونه این کار را می کند؟ از طریق شکل انسانی، از طریق شکل انسانی که آگاه می شود و بدین سان تقدیر خود را تکمیل می کند. آگاهی در بود تجلی یافته تجسم می یابد، یا بهتر بگوییم به صورت شکل پدیدار می گردد، و وقتی این چنین می کند وارد یک وضعیت رویاگونه می شود. هوشمندی باقی می ماند، ولی آگاهی از خود ناآگاه می گردد و خود را در شکل گم می کند، یعنی با شکل یکی می شود و از طریق آن خود را می شناسد. این وضعیت را می توان به این صورت توصیف کرد: نزول وحیت به مادیت. در سیاره ما نفس تحتانی انسان مرتبه نهایی خواب کیهانی را به نمایش می‌گذارد که شناسایی آگاهی از طریق شکل است. البته این یک مرحله ضروری در مسیر تکامل آگاهی بوده است. گام بعدی در مسیر تکامل انسان غیر قابل اجتناب نیست، بلکه برای اولین بار در تاریخ سیاره ما می‌تواند یک انتخاب آگاهانه باشد. و چه کسی انتخاب می‌کند؟ شما. و شما کی هستید؟ آن آگاهی که از خود آگاه گشته است. مغز انسان یک شکل بسیار تمایز یافته و تکامل یافته است که آگاهی از طریق آن وارد این بود می شود. مغز حدوداً دارای 1 میلیارد سلول عصبی یا نورون است، یعنی تقریباً هم تعداد با ستاره های موجود در کهکشان ما، و می توان آن را یک مغز کیهانی در نظر گرفت. مغز آگاهی ایجاد نمی کند، بلکه این آگاهی است که مغز را برای بیان خود آفریده است، که پیچیده ترین شکل در تمام سیاره است. وقتی به مغز آسیب وارد شود، به این معنی نیست که شما آگاهی را از دست می دهید، بلکه به این معنی است که آگاهی دیگر نمی تواند برای ورود به این بود از آن شکل استفاده کند. شما نمی توانید آگاهی را از دست بدهید، چون ذات آن کسی که شما هستید است. شما فقط می توانید چیزی را از دست بدهید که دارید، نه آن چیزی که هستید. گرچه شما نمی توانید آگاهی را بشناسید، ولی می توانید از آن به عنوان خودتان آگاه شوید. شما می توانید فارغ از اینکه کجا هستید آن را مستقیما حس کنید. شما می توانید همکنون همینجا آن را به صورت حضور خود حس کنید، همان فضای درونی که کلمات این صفحه در آن درک می شوند و به افکار تبدیل می گردد. این همان من هستم نهان در زیر شکل است. کلماتی که می خوانید و به آنها فکر می کنید لایه بیرونی هستند، و من هستم لایه زیرین است، همان پس زمینه نهفته در هر تجربه و
فکر و احساس. شناخت معنوی فهمیدن روشن این نکته است که آنچه من درک می کنم، تجربه می کنم، فکر می کنم یا احساس می کنم، نهایتاً آن کسی که من هستم نیست، چرا که من نمی توانم خودم را در هیچ یک از آنها که دائما در گذر و فانی هستند پیدا کنم. احتمالاً بودا اولین انسانی بود که این موضوع را به روشنی مشاهده کرد. به همین دلیل آناتا یا بی خودی، وضعیتی از آگاهی که من فرد فنا شده است، یکی از مفاهیم اصلی آموزه های وی شد. و وقتی عیسی مسیح گفت خودت را انکار کن، منظورش این بود توهم خود را انکار کن. اگر خود آن کسی که من هستم بود، انکار کردن آن مضحک و بی‌معنی می‌نمود. آنچه باقی می‌ماند نور آگاهی است که در آن ادراکات، تجربیات، افکار و احساسات می‌آیند و می‌روند. این هستی است که من راستین و ژرف است. وقتی من خودم را به این صورت می‌شناسم، هر آنچه در زندگی من اتفاق می‌افتد دیگر اعتبار مطلق ندارد، بلکه دارای اهمیتی نسبی است. من به آن اتفاق احترام می‌گذارم، ولی جدیت مطلق و سنگینیش را از دست می‌دهد. تنها چیزی که نهایتاً اهمیت دارد این است: آیا من می‌توانم بودن ذاتی خود را حس کنم؟ همان من هستمی را که در لایه زیرین زندگیم در تمام لحظات حضور دارد؟ دقیق تر بگوییم، آیا من می توانم آن من هستم که در این لحظه هستم را حس کنم؟ آیا می توانم هویت ذاتی خود را به صورت خود آگاهی حس کنم؟ آیا دارم خودم را در آنچه اتفاق می افتد در ذهن و در جهان گم می کنم و از دست می دهم؟ وقتی اشکالی که شما خود را توسط آنها باز می شناسید و خود را با آنها یکی می انگارید و به شما حس خود می دهند، فرو می ریزند یا از شما گرفته می شوند، منجر به فرو ریختن نفس تحتانی می شود. چرا که نفس تحتانی به معنی خود را یکی انگاشتن و شناختن با شکل است. و هنگامی که دیگر چیزی وجود ندارد که با آن خود را بشناسید، شما چه کسی هستید؟ وقتی اشکالی که در اطراف شما هستند می میرند یا مرگ نزدیک می شود، حسی که شما از بودن و من هستم دارید از درگیری با شکل آزاد می گردد. یعنی روح از زندان ماده رها می شود. شما هویت اصیل خود را به صورت بیشکل و یک حضور فراگیر که به تمام اشکال و هویت ها ارجحیت دارد درک می کنید. شما هویت راستین خود را به عنوان خود آگاهی درک می کنید، نه با چیزی که آگاهی با آن یکی انگاشته و شناخته شده بود. این آشتی و آرامش خداوندی است. انیشتن گفت من می خواهم ذهن خدا را بشناسم، بقیه موارد جزئیات هستند. ذهن خداوند چیست؟ آگاهی است. شناختن ذهن خداوند به چه معناست؟ به معنای هوشیار بودن است. جزئیات چه هستند؟ هدف بیرونی شما و هر آنچه در بیرون اتفاق می افتد. گفته شده است زبانی که خداوند با آن صحبت می کند سکون است و هر چیز دیگر یک تعبیر نادرست است. هرگاه در زندگی ما آگاه شدن از سکون اتفاق می افتد، ما را به بُعد بیشکل و بیزمان درون خودمان که در ورای فکر و در ورای نفس تحتانی است متصل می کند. شاید این سکون باشد که به همه طبیعت یا به سکون اتاق شما در هنگام سحر یا به وقفه ساکت بین اسباد نفوذ می کند و همه جا را فرا می گیرد. سکون شکل ندارد، به همین دلیل ما نمی توانیم از طریق فکر کردن به آن آگاه شویم. فکر شکل است، آگاه بودن از سکون یعنی ساکن بودن و ساکن بودن یعنی آگاه بودن بدون فکر. شما هرگز آنقدر اصیل و عمیق خودتان نیستید که در هنگام ساکن بودن هستید. وقتی شما ساکن هستید، همان کسی هستید که پیش از این بودید،
یعنی پیش از اینکه به طور موقت این شکل فیزیکی و ذهنی را که به آن شخص میگویند به خود بگیرید. همچنین شما همان کسی هستید که پس از محو شدن شکل خواهید بود. هنگامی که شما ساکن هستید، آن کسی هستید که در ورای وجود موقتتان هستید، یعنی آگاهی که مطلق، بی‌شکل و ابدی است.